دیگر فرصتی رسیده که ما یک صحبت داشته باشیم. خوشبختانه ما شما را داریم و از صحبت شما استفاده میکنیم و از خانم مهرنسا شاعره بسیار شناخته ما بشنویم که احمد ظاهر مهمان خانواده شما بودند و به وسیله استاد جورابیگ نزدی به خانه شما آمده بودند. چگونه صورت گرفت همان وقت و همان لحظه های خوب؟ وقتی که ما در افغانستان بودیم این سال 73، از تمام در و دیوار کابل صدای احمد ظاهر تنین می انداخت و فضا می پیچید و برابری صدا دادن او کودکان در کوچه ها اینقدر غریو می برداشتن، اینقدر شادی می کردن. و من هم با صدای احمد ظاهر در افغانستان شنو شدم. روسی در تاجیکستان هنوز با صدای احمد ظاهر آشنا نبودم. وقتی که ما اونجا رفتیم این نوکک تایپ برآمده بود، مگنیتافون هایی که با کسیتا می خوند، هنوز در تاجیکستان نبود. و برای من دو کسیتا دسترس شد، یکی از امروز که می دانم یکی از آقای مددی و یکی از احمد ظاهر. کسیتا پوش نداشتن روز دیگر. برای من، من وقتی که آقای مددی رو گوش کردم، صدایشون هم خیلی مرغوله دار زیباست. من گوش کردم و اون کس می خوندن که وطن عشق تو افتخارم، وطن در راه جانی سورم. و این سرود در ذهن من خیلی نشست. بعدا وقتی که دویم کسیت رو من پخش کردم، اونجا یک صدای بود که دیگر از او دل کنده نمی شد. یعنی تمام سراپا تا همو تمام وجودی من، سراپای وجودی من، تمام تار و پودی من همش آغشته انا همون آهنگ شد که میخوان بیوفا یارم. و چنان صدای اون نشستگی در تولارها بلند میشد که روسی من گشته و برگشته، گشته و برگشته این کسیت رو میموندم و از صبح تا بگو، از شام تا صبح اون رو گوش میکردم و قریب تمام این سرودها رو با تمام لرزش ها و با تمام همون اوج پست و بلند از خود کرده بودم. روز هنرمند شناخته ما، دانشمند بزرگ ما جورابیگ نظریف که دوست خانواده ما هستند، عزیز خانواده ما هستند، در کابل مهمان ما شدند. و وقتی که اومدن من از ایشان سوال کردم. من گفتم که من همین یک صدا رو میشنوم، نمیدونم که کی است، لیکن اینقدر من فریفته شدم. وقتی که گذاشتم این کس گفتن که این احمد ظاهر است. شما میخواید من هفته آینده همراه با احمد ظاهر بیایم؟ من راستی باورم نکردم که چه خیل اکنون، چون که میدونستم که هنرمند ها همیشه دست نارس هستن. و یک هفته دراز من انتظار شدم و صبح روز جمعه بود که در افغانستان رخصتی است. من آماده بودم و لیکن باور نداشتم، یعنی ناباور در خانه استاده بودم که زنگ در شد. و وقتی که در را کشادم این سه نفر می استادن. اکای جورابیگ، محمد داوود بودم، داوود و در مابین احمد ظاهر. و باور کنید من گمان کردم که احمد ظاهر رو سالها و سالها میشناسم. اینقدر شما تا این وقت عکسی رو دیده بوده؟ نه عکسش دیدیم نه. حتی صدایش رو شنیدم. تنها صدایش. مهرنسا جان چی احساسات شما رو همون وقت فرا گرفت؟ اون وقت باور کنید من از شادی من اومه مهمان دوست هستم، لیکن وقتی که اینقدر من عاشق و شیفته این صدا شده بودم و اینقدر در لحظه های دشوار زندگی دور از وطن برای من اینقدر نیرو می بخشید و اینقدر برای من یعنی لحظه های فارم و گوارا رو عطا کرده بود. و راستی من نمیدونستم که از شادی چی کار کنم. گویا پرو بال برآورده بودم و به خانه دعوت کردم. دیگر از همین در که در اومدن اینو دیگر آغاز کرده که جورابیگ حتی ننشسته شبهای ظلمانی. و چنان در امو خانه امو دو قبطه بودم جا دو آشانه و گمان کردم که در و دیوار پر شد و اینقدر و اون
صدایی که مثلا او در کشید او صدایی نبود که مثلا من شنیده بودم، او هزاران بار بهتر و بهتر بود. که اینجا اکای جراویک هستن، دوامش رو من میخوام که اشان گوید. زیرا بله زیرا توسط ایشان احمد زایر به خانه ما مهمان شد و چند بار دیگر مهمان شد، اما اون لحظه که بار اول بود دیگر تکرار نشونده بود. زیرا یک روز طولانی که از صبح تا شام، از ساعت 10 صبح تا نصف شب، ما تا قریب ساعت 1 و 2 شب فقط ترانم خانه میکردیم، رقص میکردیم، سرود میخواندیم. بعد خواب میروم یارم خبر نیست، چشم سیادوی بحرمانه شما خواهدم جاداری میمانه شما بدریا میروم بریا منتدیم چشم سیاداری خودانه شما خواهدم جاداری میمانه شما لحظه بود که هرگز در زندگی ما به گمانم این زیبایی تکرار نشونده و این خاطره های خوبی من همیشه میگم که اگر زندگی حیات کتاب باشد، بهترین ورق، زرین ورقی کتاب زندگی من همون روزی که این هنرمند بزرگ واقعا در روبروی ما قرار داشت و هنرنمایی میکرد که امروز شیفته او هزاران و هزارانند. در یک لحظه و دو لحظه اون خاطره ها و اون تأثیر گذاری که احمد زایر به اهل هنر با زبان تاجیکی با مردم با مردمی عادی از کودکان تا بزرگ و در سراسر جهان تأثیر گذاشته است، گفتن کفایه نیست. لیکن خود احمد زایر هم میگوید که چون خیره گردی بینی که باشد انجام من هم باب تماشاست. و گمان میکنم که هر روز که از احمد زایر سرود میشنویم و از موجود او که نیست اما ترانه هایش که اینقدر بزرگ هستند و خاطرمان هستند و او همچون انسان همچون هنرمند نقش خودش رو در دل و دیده ها گذاشته است و جاوید مانده است و خوشا به حال احمد زایر. بگذار سرود احمد زایر در فضای دنیا با پیام هایش با پیمان هایش همیشه تنین انداز باشند و پیروان او خیلی زیاد باشند.